جان شما نظریه زمین پیر و تکامل رو قبول دارید؟ ام، قبول دارم. <applause> این یعنی افرادی که در شورای مشایخ هستن نظریه زمین پیر رو تایید میکنن؟ بله. آیا من این نظریه رو قبول دارم؟ بله. از یه روز مقاشفه. یه روز داشتیم در مورد این موضوع صحبت میکردیم. بس ما حدودا یک ساعت طول کشید. داشتیم در مورد این صحبت می کردیم که ما به عنوان کلیسا چطور باید موضع خودمون رو در مورد زمین پیر و زمین جوان مشخص کنیم من گفتم از نظر من دو نظریه کتاب مقدسی قابل قبول در این زمینه وجود داره که ممکنه خیلی ها رو ناراحت کنه یکی نظریه زمین جوان هست چون از نظر من پیدایش با یک داره در مورد 6 روز 24 ساعته صحبت میکنه نه روزهای دراز مدت و دومین نظریه ای هست که جان هامبر در کتاب پیدایش نامحدود یا در کتاب های دیگرش مطرح کرده این نظریه میگه کل پیدایش در آیه اول و دوم اتفاق افتاده که شاید به مدت چهار تریلیون سال طول کشیده باشه اون معتقد تمام وقایعی که در هر یک روز از پیدایش باب یک اتفاق میفته به معنای به وجود آمدن اشکال مختلف زمین نیست این به معنای ارائه ساخت و مدیریت چیزهایی است که نه تنها تاییدی بر روزهای 24 ساعته بلکه تاییدی بر نظریه زمین پیر هست من با این دیدگاه موافقم و با دیدگاهی که میگه با دیدگاهی که میگه بذارید بذارید اینطوری بگم من اعتقاد ندارم که آدم از طریق تکامل تبدیل به انسان شده من معتقدم که خدا آدم رو از خاک زمین آفرید آدم مخلوق منحصر به فردی بود آدم و حوا پدر و مادر تمام انسان ها هستند و آفرینش اونها به هیچ وجه در طی یک پروسه تکاملی اتفاق نیفتاده به نظر من این اصلا با متن کتاب مقدس جور در نمیاد من فکر می کنم این خیلی مهمه که آدم رو یک شخصیت تاریخی بدونیم چون این دیدگاهی است که سایر نویسندگان تاریخی نسبت به او دارند اگر بگیم او یک شخصیت تاریخی نبوده هم مهمترین بخش رومیان باب پنج زیر سوال میره و هم این حقیقت که خدا با آدم عهدی بست اما آدم گناه کرد و در نهایت مسیح به عنوان دومین آدم اومد نقض میشه و این بسیار مهمه